گزارش‌های تحلیلی، گوناگونی افکار، قهرمان‌ها و شهرکارشناسان، اطلاع واقعی و معتمد در برنامه‌ای در مرکز توجه. سلام علیکم، فرزانه عبدالقیس هستم با شما. برنامه مذکور با دستگیری اینستیتوت نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. دوامی چند دقیقه که در اختیار داریم در باره مهمترین مسئله رو صحبت خواهیم کرد. زنانی طلاق گرفته در تاجیکستان با مشکلات زیاد مربوط به گرفتن الیمنت فرزندانشان روبرو می شوند. حتی اگر سود قراری سپردن الیمنت را برارد هم نه همیشه. آن معنای سری وقت گرفتن الیمنت را دارد. اکثرا مردی که برای سپردن الیمنت موظف است در مهاجرت مهنتی قرار دارد و امکان فرستادن کمک پولی به فرزندش را ندارد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش ارزوی کریم. دلادمو حسین و زنی 23 ساله ساکن دهه مهنت ناحیه خراسان در خانواده پدر با برادرانش زندگی میکند. او در تشویش آن هست که بعدی طلاق گرفتن از شوهر با کودک 5 ماهش چگونه زندگیش را پیش میبرد. سواد ندارم، من کجا میرم در این کشلاق؟ باید گوده کلان شید کجا در میگونجایم چیخه میکنین نمیدانم. باید سغیره من کجا میرم؟ مرم خیکد و پرتف. ولی نه توری کردم ولی نگرفتم. دلادمو یگانه زنی نیست که از شوهر طلاق گرفته در تنهایی کودکش را تربیه میکند. سلیم نعیمه مردی 35 ساله از دو زنی اولش جدا شده است که از هر دوی آنها یک کودکی دارد و با گرفتن معاش الیمنت فرزندانش را سری وقت می سپرد. در یک ماه 300 سومان در دو کودک 150 سومانی الیمنت می سپرم هر ماه. مبلغ ماهانه ما 938 سومان. گرچند همون فرزند هم همراه من هم زندگی کنند، مقصد این قدر همون الیمنتی که من برای همون جدا میکنم همین قدر کیفویگی نمیکنند. گاه وقت میشود که زنگ میزنند که مقصد برای چی دیر کردی گفته، این سببش همینه که مقصد مولو که دیرتر میگیریم. باران غنیف مردی 63 ساله که در زمان شوروی الیمنت داده است میگوید که آن وقت جای کار بود و معاش خوب داشتم که در سری وقت سپردن الیمنت مشکلی ایجاد نمیشد، ولی امروز طبق مشاهده هایش برای ستاندن الیمنت زن ها با دشواری ها روبرو می شوند. او وقتا دور سیلوز بود و چی بود می دادیم. ما روی آهن کار میکردیم، ما از سر اویلیک بوغالتی را میگردون روی میکرد با پاشتا میگرفتم. تیز تیز مثل اویل ها جدا می شن، بعد الیمنت نمی سپرن، بعد ویار کفتن در کل سود نمی تین، بعد میکوبن میوبن. بسیار در رسی هم مثل الیمنت ها گرفتن نمی تانن که زنک ها میرن همون جای چی الیمنت گرفتن نمی تانن. اکثرا سود اجراچیان بعدی برامدن قرار سود نمی تانن توانند جوابگر را پیدا کنند و یا جوابگر از مرکز شغل اهالی حجت تصدیقی بیکارش را پیشنهاد میکند. سفرجان سلیم معاون ریاست عدلیه ولایت ختلان میگوید که 90% پدران در مرحله اول از پرداخت الیمنت خودداری میکنند که در اساس شکایت همسران سابقشان مجبور الیمنت میسپارند. البته شکر هست و بیشتر از این زنان بله میخوام که عالمی پرداخت شود. بعضی وقت قرار نیستن که درو افتان نکنست، خیلی میکنم که همین با خاموشی همین خیلی رویا نمویم، خاموش استیم، فکر میکنم که اجرای سود اونها رو دیگر پرسان نمیشن، اونها رو نمیپرسن که اما متاسفانه از طرف اجرای سود گرفته شده پرسیده میشن و مبلغ عالمی به فایده استیمدگون از طرف قرضداران پرداخت میشه. 80-90% قرضداران مبلغ الیمنت رو پرداخت میکنند سری وقت. سال گذشته 2015 در ختلان 4 نفر مرد برای نسپردن الیمنت از جانب دادگاه مجازات شدند. به همین حالت در 3 ماه سال جاری یک نفر از شهر قرغان‌تپه نیز برای نپرداختن کمک پولی و فرزندش به جوابگری جنایی کشیده شده است. با گفته حقوق‌شناس یوسف نظریف اکثر الیمنت سپرنده ها در مهاجرت مهنتی قرار دارند و برای سری وقت نسپردن کمک پولی سبب های عذرناک دارند. در حقیقت هم این حالت ها وجود دارند. به نهایت مشکل است. چونکه اکثریت همین الیمنت دهنده در فدراسیون روسیه در مهاجرت مهنتی قرار دارند. ممکن است در همون مهاجرت مهنتی بودنشون شرایطی پرداخت الیمنت را یا شرایطی درآمد کردن یا که مزد مهنت گرفتن ندارند. از همین نقطه نظر اکثریت اونها یا که از پرداخت الیمنت سرکشی میکنند یا که پرداخت الیمنت کردن نمیتونند سری وقت. اگر صاحب شوهر جای کاری دائمی ندارد و یا در مهاجرت مهنتی قرار دارد، سود مبلغ معینی را برای سپردن الیمنت مقرر میکند. طبق اطلاع رسمی در
دخطلان 90% علمین دهندگان مردهای جوانی مهاجر یا افرادی بیکارن. محمد جان شکر کارشناس میگوید که نه همه مردان امکانی سری وقت سپردن علمین را دارن. این شخصا از نگوی من از بیمسئولیتی نیست سپردن علمین، چون وزیرا جهان امروز را بحران مالیوی فرا گرفته است و ممکن که از 110 یا که 20% از آن همون نظر بلندی و که دیگر فکرهای گوناگون، ولی نسپوریدن همون آلمان حق آن همون فرزند مشکل اقتصادی هم در همون اویله میشه، اویله که مثال از زن بودگی معلوم است و معمول است برای ما سطح بیکاری و بجای کاری دائمی تامین نبودن یا که کسب موافق نداشتن. حالا در ولایت خطلان بیش از 4000 زن آلمان گیرنده به حساب گرفته شدند. باز نزدیک به 5000 زن که فرزندان نابالغ دارند منتظر آلمان پولی پدر هستند. همساله واردات حجت های رویانیدن آلمان یا کمک پولی از جانب زنها به اداره های دخل دار، خصوصا سودها، اداره کار با زنان و سازمان های جمعیتی به مراتب زیاد می شود. سازمان های جمعیتی می گویند که شماره زنان آلمان گیرنده زیادند، ولی با وجود داشتن تمام حجت های لازمه نه همه آنها آگاهی دارند که به کجا مراجعت کردن لازم است. سامیانی گرامی، اگر شما مربوط به برنامه سوال یا شرحی داشته باشید و می خود از مشکل خود حرف زنید، می توانید با ما با رقم 44-640-10-11 زنگ زنید. برنامه مذکور با دستگیری اینستیتوت نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است و شما بودم من فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر مواد خواندنی ما را شما می توانید چون همیشگی در صفحه اینترنتی www.iwpr.net و www.kabar.asia و اینچنین صفحه ما در فیسبوک IWPR تاجیکستان دسترس نمایید. خیر، با می خوانیم در همین وقت روی همین موج و باز هم با شما درباره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد.